برای گفتگوی بیشتر در این مورد مسافرشاه خراسانی مدیر ارتباطات دفتر خدمات مالی ویژن با ماست. آقای خراسانی خوش آمدین. در آغاز در مورد شرکت بر ما بیشتر توضیح بدین. تشکر. درود میفرستم خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌های عزیز شبکه جهانی طلوع نیوز. دقیقاً ما می‌خواهیم روی خدمات مالی ویژن بیشتر و بیشتر خدمت شما معلومات اضافه کنم. خدمات مالی ویژن تلاش برای داشت که در سال 2012 روی چگونگی فعالیت ویژن در افغانستان، اولا روی مارکت افغانستان یک سروی را انجام دادن که دقیقاً هایا میتونه که مثلا بازار سهام یا بازار اسهام در افغانستان میتونه که مثلا یک جایگاه و یک درآمدی میتونه برای هموطنان ما داشته باشد، سروی صورت گرفته بود توسط یکی از شرکت‌های معتبر جهانی و بالاخره در سال 2013 هیئت مدیره خدمات محترم ویژن به بانک مرکزی مراجعه کردند جهت حجز جواز فعالیت کار. بالاخره در اثر سعی و تلاش مکرر هیئت مدیره خدمات محترم ویژن موفقانه در سال 2016 ما اجازه نامه رسمی را از طریق افغانستان بانک به دست آوردیم. خدمات شما چگونه است؟ چگونه خدمات ارائه میکنید شما؟ دقیقا خدمات بازار سهام یا بازار اسهام یک چیز نو است در افغانستان و معمولا کسایی که میخواین مثلا سرمایه گذاری بکنند روی سه شاخص است که ما فوریکس، یعنی سه مارکت است: مارکت فوریکس است، مارکت نفت است و مارکت اسهار یا هرز، ما به اصطلاح میگیم که به اصطلاح انگلیسی بگیم کرنسی. روی سه پروداکت یا سه محصولی که مثلا خدمات مالی ویژن برای هموطنان ما عزیز ما یعنی فعلا در مارکت موجود هست، خدمات ما طوری است که برای از اینکه تجارت نو است، یک چیز نو است در افغانستان و زیادتر مردم افغانستان علاقمند به این هستند که واقعا از طریق بازار سهام یا استاک اکسچنج بتوانند که به مارکت جانی وصل شوند و معامله خرید فروش بکنند، طبیعی است که ما اولا مشتریان ما را آموزش میدیم که باید به شکل اکادمیک مشتریان ما آموزش ببینند، یاد بگیرند که واقعا بازار سهام یا بازار اسهام چی است و بفهمند که چه رقم معامله خرید بکنند و چه رقم معامله فروش بکنند. یعنی قبل از اینکه مثلا مشتریان ما بیان امرای خدمات مالی ویژن حساب باز بکنند، ما مشتری را به شکل اکادمیک آموزش میدیم. وقتی که مشتری ما به شکل اکادمیک آموزش دید، بعد از باز میتونه همراه خدمات مالی ویژن حساب باز بکنه. خب یک تجربه نو است. قبل از این در افغانستان چنین تجربه نبود و مردم افغانستان چنین تجربه را اینا ندیده بودن. چگونه بود استقبال مردم و چگونه به این شرکت بین مردم جا پیدا کرد؟ چگونه روی زبان ها افتاد؟ طبیعی است که خودتان میفهمید جهان در حال مثلا به دیکده تبدیل شدن است. آستا تجارت سنتی یا تجارتی که مثلا نقدی هست، مثلا کش، آستا به مرور زمان هست بین میره و تجارت روز به روز طرف جانی شدن میره. او تجارت سنتی که هست روز به روز یعنی طرف عظیم میره که اپدیت شدن میره. بالاخره خدمات مالی ویژن اولین و نخستین کمپانی معیاری و استاندارد است که در افغانستان با شکل رسمی و قانونی در عرصه تجارت آنلاین رسما فعالیت میکنه. ما میخوایم که یک کمی یعنی معلومات در مورد خدمات مالی ویژن بر علاوه سایر معلومات اضافه کنم. خدمات مالی ویژن اولین کمپانی است که ما ده برانچ تنها در کابل داریم و بیشتر از 9 برانچ یا شاخص ما در سایر ولایات افغانستان داریم. چند نفر با شما کار میکنه در مجموع؟ در حدود 350 نفر ما کارمند داریم که در دفتر مثلا در مرکز و سایر ولایات افغانستان هستند، امرای خدمات مالی ویژن کار میکنند و حدود بیشتر از یک سال میشه که خدمات مالی ویژن در افغانستان فعالیت میکنند. خب حالا بانک جهانی برای شما جواز عدم اعتراض فعالیت داده، چرا تا هنوز جواز نداده، رسما جواز رسمی بر شما نداده؟ آیا با این نامه که اینا دادن شما چطور میتونید که فعالیتتون را گسترده بسازین؟ پرسش خیلی جالب است. من میخوام که کمی توضیح بدم.
طبیعی است قانون تجارت آنلاین یک تجارت نو است افغانستان و بانک جانی البتنی بانک مرکزی افغانستان، بانک مرکزی افغانستان یا هر خدمات یا هر کمپانی که در بخش سکتور مالی در یک کشور فعالیت میکنه طبیعی است که زیر چتر بانک مرکزی رسمیت از او شناخته میشود. خدمات مالی ویژن ای که شما میگیم ما مثلا جواز رسمی از طریق افغانستان بانک نگرفتیم، تنها ما اجازه نامه افغانستان بانک داریم، دلیلی است که تجارت آنلاین یک تجارت نو است افغانستان و هنوز افغانستان بانک یا دولت افغانستان بانک، دولت افغانستان برای تجارت آنلاین قانون ندارد. وقتی که قانون موجود نباشد طبیعی است که یعنی به مو شکلی که ما نیاز داریم جواز به دست بیاریم جواز پس قانون اگه وجود نداره، لایحه وجود نداره، شما چطور میتونید کارهایتون رو پیش ببرید؟ خدمت شما پیشتر عرض کردم در افغانستان بانک هیچ نوع اعتراضی ندارد. در افغانستان بانک برای ما اجازه رسمی داده. خب حتما باید قانون وجود داشته باشه. طبیعی است که هر کاری که خدمات مالی ویژن میکنه بر اساس یک قانون میکنه و او قانون هم یعنی بر مبنای در افغانستان بانک میکنه. در افغانستان بانک هانچه که نیاز است بر ما اجازه داده که ما با شکل رسمی و قانونی هانچه که مثلا مربوط به قانون افغانستان است ما فعالیت میکنیم، رسما فعال هستیم و از زیر چتر در افغانستان بانک ما نظارت میشیم. خب حالا بر ما بگوین که مشکلاتی که صدر رای شما است در این کار چی است؟ دقیقاً یگانه مشکلاتی که من میخوام خدمت شما به عرض برسانم اویی است که تجارت آنلاین یک تجارت نو است در افغانستان و اکثریت مردم افغانستان علاقمند به این هستند که باید تجارت بکنند و اون تجارتی که مثلا با هندک سرمایه میتونن بهترین سرمایه را به دست بیارن، یعنی یگانه رایی که هست او تجارت آنلاین است. تجارت آنلاین از خود مرز ندارد. تجارت آنلاین تجارتی است که در هر زمان، در هر مکان، در هر جایی که باشیم میتونیم با اندک سرمایه خود بهترین سرمایه پیدا بکنیم. ما فعلا که مشکلات نیست در راه ما، یگانه موضوعی که شما اشاره کردین و موضوعی است که با شکل قانونی و رسمی خدمات مالی ویژن در افغانستان فعالیت میکنه بر مبنای قوانین دولت افغانستان. تشکر از حضورتان در برنامه.